بسم الله الرحمن الرحیم بعضی از برادران و دوستان سوال میکنند که آیا در شب قدر دعای مخصوص وجود دارد یا نه؟ آیا پیامبر خدا علیه السلام برای امتانش خواندن دعای مخصوص را در شب قدر دستور داده است یا نه؟ برادران و خواهران گرامی پیامبر خدا علیه السلام امتان خودش را برای دعا کردن در شب قدر آزاد مانده است. هر شخص، هر فرد مسلمان می تواند طبق خواسته خودش فقط همین که مخالف چارچوبه اسلام نباشد و با زبان خودش، چی زبان عربی باشد، چی زبان تاجیکی باشد، چی زبان روسی باشد، به پروردگار دعا کند و نیازیش کند. این آزاد است. هر دعایی که خوش دارد و هر احتیاجی که دارید می توانید دعا کنید و از الله متعال طلب کنید. فقط ما یک چند روایت داریم که پیامبر علیه السلام با مادرمون حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خواندن دعای مخصوص را راهنمایی و تعلیم داده است. از جمله امام ترمذی و امام نسائی، ابن ماجه و امام احمد ابن حنبل در کتابای احادیث خودشان ذکر میکنند که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از پیامبر خدا علیه السلام سوال کرد که ای رسول خدا، اگر شب قدر را دریافتم چی دعایی را بخوانم؟ پیامبر علیه السلام در جواب به مادرمون فرمود قولی، یعنی ای عایشه این دعا را بگو و بخوان: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو بخشاینده مهربان هستی و بخشش و مغفرت را دوست می‌داری، پس من را مورد عفو و مغفرت خودت قرار بده. پس از بابی بهتر و افضلیت ما و شما هم کوشش کنیم که این دعا را در شبهای قدر، هنگامی که شب زنده داری میکنیم و دعا میکنیم، این دعا را بخونیم. و حتمی و دستوری که باید بخونم نیست، البته از بابی احسان و برتری و افضلیت است. همچنین پیامبر علیه السلام بازم به حضرت عایشه در دیگر روایت آمدگی است که تعلیم می دهد که یا عایشه علیک بالجوامع والکوامع. ای عایشه، وقتی که در شب قدر دعا میکنی بیشتر کوشش تلاش بفرما که دعاهای کامل و جامع را انجام بدی، از قبیل اللهم اینی اسألک من الخیر کلی عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم اعلم و اعوذ بک من الشر کلی عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم اعلم. اللهم اینی اسألک من خیر ما سألک به عبدک و نبیک و اعوذ بک من شر ما عاد به عبدک و نبیک. اللهم اینی اسألک الجنة و ما قرب الیها من قول او عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. إن إمام ابن موجا وابن حبان در كتب صحاح خودشان ذكر كردن. پس إن دو دعاية هست كي در أثر در روايتها آمدگي هست. پیامبر عليه الصلاة والسلام همسر بزرگوار خودشان و مادر ما و شما حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را تعلیم داده است که در شب قدر بیشتر این دعاها را بخواند. پس برای ما و شما هم بهتر است که این دعاها را در شب قدر بخوانیم و به پروردگار ما نیازش کنیم، اما این معنای آن را ندارد که حتما فقط همین دعا باشد. طوری که بیان کردم شما آزاد هستین، هر دعایی را که خوش دارید، به هر کاری که احتیاج دارید می توانید دعا کنید و از الله متعال طلب نمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.